سرمایه هایی وارد کشور شد، حالا نه به شکل سرمایه گذاری، هیچی آقا، نه به شکل سرمایه گذاری، دروغ گفته بهتون، حرفی گفتی، به شکل اگر اجازه بدید، به شکل پول نقد که وارد کشور شد، ابدا. کجا بود اون پول رفت؟ شما میگید که این ملت له داره میشه، من میگم آقا این ملت داره زیر بار سوء مدیریت و فساد له میشه. ببین اینقدر این دستگاه فاسد شده که بدون ایجاد روزی 5,000 میلیارد تومان نقدینگی نمیتونه ادامه حیات بده. ما همش هم کسی بودجه نیست، یک سومش کسی بودجه، بقیهش عین دزدیه، عین دزدیه. یعنی عین یه معتادی که حاضر اموال ننشو، باباشو، فرششو، زندگیشو، بچه‌هاشو بفروشه خرج اعتیادش کنه. سیستم جمهوری اسلامی الان افتاده به این روز که این کارا داره انجام میده با نه از طریق چاپ نقدی. من میگم ربط این به برجام چیه؟ شوخی از نظر من تو کشوری با این آمار فرار سرمایه حرف از درآمد نفتی زدن. بشکه‌ای که ته نداره اصلا مهم نیست چقدر توش آب می‌ریزی، این بشکه ته نداره، سوراخ چه نیست که اصلا ته نداره پدرسه. من معتقدم هیچ چیزی جز لوله توپ نمیتونه ضامن ثبات شما بشه، فقط در شرایطی که بتونید اون لوله توپ رو بخرید. خریدین، خبر دارم بهت میدم، تموم شد دیگه. مهمترین بند هر توافق و قراردادی لوله توپه. تو این شرایط بهتره ما توی تنش باشیم یا توی آرامش؟ معلومه که توی آرامش، ولی این آرامش من بحثم با شما اینه که از لوله توپه در میاد نه از توافق. کشوری که 17 میلیارد متر مکعب گاز آتیش میزنه توی سر چاهاش، این کشور مشکل واردات و صادرات و این حرفا نداره، مشکل مدیریت داره.